حقیقتا چرا دروغ بگم آقا از این داستان روسیه و جنگش با اروپا شادمان بودم یادتون هم هست خیلی هم اعتراض میکردی چرا آقا شادمانی میگفتم بابا این دو تا دشمن ایران افتادن به جونم گلوبالیستا هستن و روسا هیچ کدومشون چشم دیدن ایران هم ندارن دیگه به جون هم, هم دیگه به جون هم افتادن و شادمان بودیم از این قضیه شاید خیلی تعجب کنید و بگید چرا ولی خب میبینید اون ور تقلبات پنبه با پنبه سر خودشونو دارن این ور هم که اصلا زبون حالیشون نیست داره و شما و چوب و تفنگ جواب میدن یه همچین حالتی یک اندیشه ملی اگر مردم ما به اندیشه ملی و ناسیونالیستی میرسیدن از هر دو تیف عبور میکردند از هر دو تیف ما فقط یک دوست داریم یک دوست داشتیم تو این سالها تو این سالهای حکرانی حکومتهای خارجی بربی ها ها که خب مثلا چین که آقا منفعتش روی کار اقتصادی خودش هست اصلا همه چیزش رو اون منفعت و اقتصادی میبینه آقا سود داره؟ هست نداره نیست روسی هم که خب تکلیفش از سالها گذشته تا کنون روشن بوده قربی هم که هیچ قربونشون بره میمونه یک دوست و اون دوست کسی نبود بجز پرزیدنت دونالد جی ترامپ که استاد مانوک خدابخشیان خیلی زیبا در یکی از مصاحبه های آخرین مصاحبه اشاره میکنه که رژیم از چه چیز میترسه این جو با هم دیگه گوش کنید رژیم از سه چیز میترسه یک ترامپ دو بازگشت پهلویزم سه نسل شیک پازرگان این سه مانع رژیمه رژیم از هیچ چیزی مثل این سه فاکتور نمیترسه این نسل حتی از مجاهدین نه مجاهدین اصلا بازی رو باختن میدین چرا؟ اولا اینا رفتن با عراقی ها ساختن مثل اونا من به شما همیشه گفتم پهلویزمه که اون رژیم میترسه پهلویزم داکترین پهلویزمه که مثل شمشیر داموکلس بالای سر خمینیزمه اوکی؟ به نظر من یک اتفاقهایی داره میفته این از مصاحبه های واپسین زندیات مانو خدا خداوخشیان هست که میگه رژیم از سه چیز میترسه ترامپ پهلویزم و نسل شیک پاسارگادی نسل شیک پاسارگادی کین؟ همین بچه های دهه هشتاد بچه های دهه نوت بچه های دیگه هفتاد و پنج به بالا تقریبا این نسلی که اومدن حالا هم نسلی های خودمون یه خورده کمتر به نظر من تو نسل جدید واقعا روحیه ای که من درونشون میبینم تو نسل خودمون چندان نمیبینم و روحیهشون خیلی خیلی بالاست وقتی میبینی یه انسان کور کردن بعد بلند میشه میگه ما تو آخرش ایستادیم و جانم فدای ایران اون به یک درجات بالایی از روح ارفان و معنویت و میهن پرستی رسیدی که این حرفو رو میزنه برا همین میگم که ما یک دوست بیشتر نداریم نداشتیم پرزیدنت ترامپ بود و سه تا اصلی که زنده مانوک مانو که خدا بخشیان مشخص کرد که رژیم از چه چیزهایی میترسه واقعا همینا بوده هر بار من مثلا یک چیزی از پرزیدنت ترامپ میذارم تو اون کانال هیچ صحبتی نیست هیچ چیزی نیست بعد میریزن این سایبری ها آقا ترامپ که نمیدونم در آبان فلان به ما کمک نکرد همون آبان همون آبانی که میگن دو ماه بعدش قاسمشون رو کتلت کرده ها یعنی یه چیزایی میخوان بیان بندازن که پیوند قلبی ایرانیان با پرزیدنت ترامپ رو ببره پرزیدنت ترامپی که نفر دوم جمهوری اسلامی رو زد جمهوری اسلامی اگه الان علیل هست اگه ناتوان هست اگه توان جمع کردن نیروهاش رو نداره اگه توان این رو نداره که مثلا اشتری رو فوری اخراج میکنه رادان رو میاره چون نمیتونن جمع کنن رادان هم نمیتونه چون اون کسی که بالاخره یه چهره ای ساخته بودن به اسم حاج قاسم و این یک برشی داشت در بین نظامی ها و یک چهره ای شده بود بین اینها این رو زد و کتلت کرد و تمومش کرد پروندهش و پیچید کول پشتیش و پیچید گذاشت پشتش یعنی بزرگترین خدمت رو به مردم ایران کرد شر یک قاتل بلفطر مردم رو نجات داد شک نکنید الان اگه پرزیدنت ترامپ بود مثلا همچین واقعی دور دومش هم بود دیگه از هیچی نمی دیگه حالا بخوان رای بیارن و بخواد اول که این اتفاقا نمی افتاد, این داستان ها نمی افتاد. دوم مثلا مردم اینجوری می بیرون مثلا پرزیدنت ترامپ می مثلا این جو بایدن شاشو بشینه تماشا کنه و حالا یک حمایت ها و یه تحت نه دونه دونه اینا رو کتلت میکرد از همون بالا میداد به همون ارتش هوافضای امریکا بعد بیت خامنی رو بزنن همون بالا بسوزونن مرتی رو بزنن اون اشتری و مشتری و همه اینا رو کتلت کنن میداد تحویل اینجوری بخوان نگاه کنن که ملت ایران رو کور کنن ملت... حالا پرزیدنت ترامپ بالاخره خیلی گمان زنی ها میشه که برگرده اینها آه... ولی میخوام بگم که تو دنیای امروز همه این حرفا رو زدم به این نظرسنجی ها و به این چیزها اصلا اعتماد نکنید حرف واقعی رو اون ملتی میزنن که با من در ارتباطن یعنی چی با بدنه جامعه من که آقا اینترنشنال نیستم که یه رئیس داشته باشم به هم دستور بده که این رو بگو اون رو بگو یا بودجم از یک جایی بیاد که به خاطر اون بودجه سخن میگم نه من یه انسان معمولی مثل خود شما هستم صحبت میکنم با مردم والا با تمام این و افرادی که ما به ما پیام میدن صحبت میکنن اینقدر تو این تلگرام ما پیام میاد همه میگن ما پ... پیرو پادشاه هستیم طرفدار شاهنشاهی هستیم طرفدار پهلوی هستیم طرفدار چیزی هستیم که آخون رو بنده اصلا طرفدار این هستیم که زندگی کنیم اصلا حوصله این بازی ها رو نداریم میخوایم سریعتر ایران آزاد بشه شرکنده بشه همه رها بشیم همه خلاص بشیم این چیزی که من با هموطنانمون در ارتباط هستم